انتشار ناگهانی 3000 قطعه عکس از مجموعه آلبومخانه کاخ گلستان و از منبعی ناشناس در روزهای اخیر، علی‌رغم اینکه پنجره جدیدی از شناخت ادوار گذشته را باز می‌کند، اما این ابهام را ایجاد می‌کند که چرا عکاسخانه این مجموعه پیش از این اتفاق به سختی داده‌های خود را در اختیار دانشگاهیان و پژوهشگران قرار می‌داد. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون تاریخ معماری ایران خوش آمدید. چند روزی است اگر چرخی در فضای توییتر بزنید و یا کلید واژه کاخ گلستان را جستجو کنید، با عکس‌های بسیار قدیمی از زندگی مردم قاجار مواجه می‌شوید. عکس‌های اسکن شده از نسخه اصلی کاخ گلستان، آنها را تحت عنوان آلبوم سایه معرفی می‌کنند. این عکس‌های سیاه و سفید هر کدام روایتی و چیزی می‌گویند، از نحوه پوشش و سبک زندگی مردم تا اوضای اجتماعی فرهنگی. گاهی فقر را در دوران قاجار به تصویر می‌کشند و گاهی غنا را. حتی نوشته‌هایی که پایین تصاویر درج شده، ادبیات و زبان مردم آن روزگار را نشان می‌دهد. پس از بارگذاری این 3000 قطعه عکس در گوگل، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی برخی از عکس‌ها را همراه با نظرات مختلف بازنشر کردند و از اطلاعات جدیدی که نسبت به سلسله قاجار به تازگی فهم شده با هیجان تبادل نظر می‌کنند. کسانی که شاید اطلاعات تاریخی درستی نداشته باشند، اما در هر صورت شناخت تاریخ مشترک برای یک ملت در نوع خود ارزشمند و جذاب است. مسئله ای که پس از انتشار ناشناس آلبوم سایه شاید خاطر دانشگاهیان و پژوهشگران را مکدر کند، این است که چرا تاکنون دسترسی به چنین آرشیوی برای بسیاری از پژوهشگران دشوار بوده، در حالی که بنابر اطلاعیه کاخ گلستان چنین آرشیوهایی غیر قابل انتشار نه و این مجموعه قصد دارد در راستای خدمات رسانی بهتر به جامعه دانشگاهی و پژوهشی اسناد دیجیتالی بیشتری را منتشر کند. با این وجود انتشار یک آلبوم بدون دستبندی و نامگذاری واضح و به صورت ناگهانی آن هم از یک منبع ناشناس سوال برانگیز است. آرشیو عکسایی که عموم مردم را با هویت مشترک تاریخیشان آشنا می کند و پژوهشگران را در فهم نکته‌های جزئی تاریخی از زندگی شاهان قاجار گرفته تا اطرافیان آنان، سفرهایشان و حتی معماری بناهای آن زمان کمک می کند. اما این عکس‌ها سال هاست که در گنجینه آلبوم خانه موزه باقی مانده، در حالی که مخاطب خاص خود را داشته و دارند. انتشار غیر رسمی عکس‌ها همچنین سبب شد که مجموعه کاخ گلستان نخستین بار در یک اطلاعیه توجیهی به این موضوع بپردازد که برای خدمت رسانی بهتر به جامعه علمی قصد انتشار اسناد دیجیتالی را دارد و می‌خواهد شعار امسال که موزه‌ها برای آموزش و پژوهش است را عملی کنه. اگر بنابر اطلاعیه این مجموعه در سالیان اخیر انتشار دیجیتالی اسناد و تصاویر در موزه های دنیا رونق گرفته است و این موضوع علاوه بر افزایش ارزش و اعتبار یک موزه نزد مخاطبان، افزایش بازدید کنندگان آن را در پی دارد، چه نیازی بود آرشیو هایی مانند این 3000 قطعه عکس تا کنون منتشر نشده باقی بماند؟ آلبوم خانه کاخ گلستان یکی از گنجینه‌های غنی عکس و فیلم به شمار می‌آید. در این مجموعه عکس‌هایی از دوران سلطنت پادشاهان قاجار به انضمام آلبوم‌های اهدا شده به آنها وجود دارد و پیشینه آن به بیش از 170 سال می‌رسد. بر اساس اطلاعاتی که بیشتر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان منتشر کرده است، اسناد مصور و عکس‌هایی که در آلبوم خانه موجود است درباره سفرها، عیاد، سوگواری‌ها، روزمرگی‌ها، حرمسراها و ابنیه تاریخی است. افزون بر این، عکسی از کشورهای روسیه، اتریش، آلمان و بسیاری از ملل دنیا در این آرشیو موجود است. آلبوم‌خانه شامل 1520 آلبوم و حدود 9000 شیشه است و عکسی سیاه و سفید را در بر می‌گیرد.
دوستان عزیز، شما میتوانید عکسای بیشتر رو در ادامه ویدیو ببینید و از آن لذت ببرید. دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بذارید. لایک هم فراموش نکنید. راستی پیشنهاد بکنم ویدیو قبلی کانال هم مشاهده کنید. ممنونم از نگاهتون.